از عرض احترام دارم به شما همیاران عزیز و ارجمند. امروز پنجشنبه چهارمین روز از سال نو، چهارمین ژانویه است. تصفیه های خونین فرماندهان گروه های تروریستی در خاورمیانه به سرعت داره ادامه پیدا میکنه، چه در عراق فرماندهان هشت و شعبی، چه در لبنان. تا به حال 147 تن از نیروهای مؤثر حزب الله از جمله شماری از فرماندهانش کشته شده توسط اسرائیلی ها، و همینطور همین امروز در خان یونس شماری از فرماندهان حماس و شماری زیادی از افراد منتسب به حماس بیش از 120 تن توسط اسرائیلی ها بازداشت و دستگیر شده. رئیس سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل همینان هم خطاب به مادران فلسطینی گفت بدونید که بچه های شما اگر در جریان شبیخون هفتم اکتبر به اسرائیل بودند، تا نفر آخر اونها رو تعقیب و شکار میکنید، تا نفر آخر. گفته چه کسانی که مستقیم و چه کسانی غیر مستقیم در این عملیات شرکت داشتن، افرادی که غیر مستقیم هم در این عملیات بودن الان تحت تعقیب هستند و جوخهای و واحدهای از موساد همگنان هم به سازمانهای اطلاعات امنیت اسرائیل الان یکی از وظائفشون، دستور کارشون همین تعقیب این افراد این تروریست هاست در هر جا که باشن. گفته در هر کشوری، در هر جا. با چی هستیم همگنان هم؟ در برنامه امروز با دکتر احمد رفعت روزنامه‌نگار بین‌المللی با ماست. در سفر دریایی بوده، میدونم قایق بادبانی همراه نوه و فرزندش روزها و گفتم که نکنه میخواد بیرید المپیک شرکت بکنه. آقای دکتر رفعت خیلی خوش آمدید، امیدوارم خوش گذشته باشه در مدیترانه. بله، با سلام خدمت شما جناب مهربودی، همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه، که برای همه سال میلادی رو که آغاز شده سال موفق‌تر و پر از سلامتی آرزو میکنم. بله، بد نبود، استراحت بود. البته من چون کشتیرانی بلد نیستم و موجای دریام اذیتم میکنه، زیاد بعضی مواقع لذت نمیبردم، ولی در هر صورت جالب بود. چند روز روی دریا بودی؟ چند شبانه روز؟ هفت روز و شش شب. در ساحل هم پیاده شدی جایی یا نه؟ بله، خب برای دو جا تا کشتی قایق تا مالت رفت، در جنوب ایتالیا و در جزیره مالت هم از قایق پیاده شدیم و یه گشتی زدیم و دوباره سوار شدیم. حیف نیست که دارن مدیترانه رو ناامن میکنن همینان هم. چه قاچاقچیان انسان در شمال آفریقا، چه حالا نیروهای روسی در سواحل سوریه، چه جمهوری اسلامی که قصد داشت اما خوشبختانه دیگه زورش نداشت، دستشون دراز کرد به سمت مدیترانه اما دست رو قطع کردن. آقای دکتر رفعت عزیز، اتفاقات داره در خاورمیانه میگذره، به نظر میرسه پاکسازی گسترده شروع شده در مورد تروریست ها از ایران گرفته تا بقیه نواحی. بفرمایید. بله، همونطور که شما در ابتدا اشاره کردید، خب پاکسازی نوار غزه نه تنها از نیروهای حماس، بلکه باید شاید یادآوری کرد که در حمله هفته اکتبر حماس تنها نبود. مشخص شده که چهار سازمان نظامی یا تروریستی دیگر هم با حماس همکاری داشتند و در این حمله شرکت کردند. این مسئله نشون میده که خب نوک حمله اسرائیل برای پاکسازی فقط حماس رو در بر نمیگیره، بلکه تمام نیروهای تروریستی و مسلح حاضر در باریکه غزه هم در نظر میگیره. البته چون حماس بزرگترین نشونه و حماس و جهاد اسلامی، این دو گروه بیش صدا آقای صدای شما را آقای صداتون رفت. دکتر رفعت
دکتر رفعت صداتون رفت. خب با تا صداشون دکتر رفعت صدای شما رفت. پس معلومه صدای ما هم دیگه به گوش ایشون نمیرسه. صدای ما هم نمیرسه. دکتر رفعت یه علامتی بدید بهشون. نمیشه. خب عمیانه هم حالا تا دکتر رفعت متوجه بشن خیلی سریع توضیح بدم. این عملیاتی که اسرائیل داره انجام میده برای شکار چهره‌های مؤثر تروریست، ببیشه کسانی که در هفتم اکتبر شرکت داشتن، عملیات شبیخون شبه نظامیان به خاک اسرائیل، نشون میده که مکانیزم خبرگیری اسرائیل از درون گروه های تروریستی خیلی قوی و نیرومند، خیلی قوی و نیرومند. و الان آقای رفعت دارن صحبت، بسیار قوی و نیرومنده، چون گفته میشه که در عملیات قبلی هم به ویژه در عملیاتی در مونیخ انجام دادن، در مسابقات عملیات تروریستی صورت گرفت، بعد یکی یکی تروریست ها رو اسرائیلی ها، نیروهای امنیتی اسرائیل در نقاط مختلف دنیا اونها رو پیدا کردن و اونها رو مجازات کردن. همین عملیات امروز داره در اسرائیل تکرار میشه، یعنی جوخه و واقعی اختصاص پیدا کردن برای همین منظور. و الان دستگیری و شکار این افرادی که در این عملیات شرکت داشتن در دستور کار سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل. بسفت یه بار دیگه خواهش میکنم اون چیزایی که با ما گفتی دوباره تکرار بفرمایید، صداتون نمی اومد. بفرمایید. بله ببینید، داشتیم صحبت میکردیم از اینکه اسرائیل و حتی آمریکا در حال پاکسازی منطقه از تروریست ها هستند. از خود باریک غزه که آغاز کنیم، خب شکار حماس و نه تنها حماس، برای اینکه در حمله 7 اکتبر علاوه بر حماس 4 سازمان تروریستی یا شبه نظامی دیگر هم شرکت داشتند. بنابراین تنها این حماس نیست، اگرچه بزرگترین اونهاست که در فهرست نیروهای امنیتی و نظامی اسرائیل قرار گرفته، بلکه بقیه هم افرادی که وابسته به بقیه گروه هم هستند در همین فهرست قرار دارن و سرگرم پاکسازی هستند. در همین لحظات آخر یه سری پاکسازی، یه سری افراد بازداشت شدن در اردوگاه بزرگ خان یونس در باریکه غزه و این پاکسازی ادامه داره و تنها در خاک غزه هم نخواهد بود. در روزهای گذشته شاهد بودیم که یکی از رهبران نظامی حماس در جنوب شهر بیروت در منطقه که تحت کنترل کامل حزب الله قرار داره، همراه یک نفر دیگر در حمله پهپادی نیروهای اسرائیلی کشته شد. بنابراین اسرائیلی ها در هر نقطه‌ای که پیدا کنن، شناسایی کنن، امکانش وجود داشته باشه، کسانی رو که مستقیم یا غیر مستقیم در حمله 7 اکتبر نقش داشتن رو پیدا خواهند کرد و اونها رو از بین خواهند برد. البته آمریکا هم در حال حاضر در دست همین امروز در بغداد 2 نفر از ارتش النجبا رو کشت، 2 نفر از فرماندهان نظامیش. رو باید اینجا یادآوری کرد که ارتش النجبا 20% نیروهای 8 شعبی رو تشکیل میده و همراه 2 نهاد دیگر از نهادهایی که در 8 شعبی حضور دارند، نهاد عراقی نبوده که بعداً تحت پوشش و حمایت نیروی قدس یا جمهوری اسلامی قرار گرفته، بلکه به گفته خود فرماندهانش توسط قاسم سلیمانی به وجود اومده. همچنان که حزب الله، شاید بسیار از بینندگان ندونن، حزب الله در همون اوایل انقلاب در شهر دمشق در دفتر آقای مختشمی پور که اون زمان سفیر جمهوری اسلامی در سوریه بود شکل گرفت
و در تاریخ رسمیش هم این مسئله اومده و این دو نفر هم البته شیخ نصرالله اون موقع بخشی از حزب الله نبود. حزب الله به خاطر مقابله با عمل جنبش دیگر شیعیان که به دید از دید جمهوری اسلامی بسیار محافظه‌کار و میانه رو بود پا گرفت و موسوی نامی همراه با شیخ طفیلی که موسوی بعد کشته شد، شیخ طفیلی هم جداش حساب خودش رو از حزب الله جدا کرد، اونجا پایگذاری شد. بنابراین این که دو نفر از کسانی که واقعا مستقیما وابسته به جمهوری اسلامی بودند که فرزند جمهوری اسلامی بودند در بغداد اونم در نزدیکی وزارت خارجه دولت عراق، خودش نشون میده که آمریکایی ها هم به این نتیجه رسیدند که باید واکنشی شبیه واکنش اسرائیلی ها داشته باشند، یعنی کسانی رو که مسئول حملات به پایگاه های نظامی در عراق هستند، پایگاهایی که سربازان آمریکایی و متحدینشون در اونجا مستقرن، تا حالا بیش از 100 حمله به این پایگاه ها شده که البته خوشبختانه تا کنون گویا هیچ گونه تلفات جانی نداشته، فقط خسارات به ساختمون وارد شده، اونها رو هم از بین ببرن، چون واقعا این نیروها با منطق نمیشه باشون برخورد کرد، با گفتگو نمیشه برخورد کرد، باید با زبان زور و خشونت باشون برخورد کرد تا آنچه که شما میگویید رو بفهمند. این چنین سیاستی رو کم کم دارن در قبال حوثی ها هم که رفت آمد کشتی های تجاری رو به خطر انداختن. شما حساب کنید که در منطقه که حوثی ها به کشتی ها حمله می کنن 20% از کل تجارت جهانی میگذره و حدود بیش از 60% تجارت اروپا با کشورهای آسیایی، بنابراین لطمه که دارن میزنن لطمه اقتصادی بسیار بزرگی است و شرکت های بیمه که عمدتا در بریتانیا مستقر هستند، بیمه کشتی های تجاری که از اونجا رد میشن در همین هفته اخیر دو بار تا کنون افزایش دادن، بنابراین مخارج بیشتر شده. بنابراین من فکر میکنم که ما داریم به مرحله میریم که دولت‌های غربی و اسرائیل که همیشه اینطور بوده، ولی دولت‌های غربی هم دارن به این نتیجه میرسن که دیگه نمیشه با سیاست‌های کاملا دیپلماتیک و گفتگویی با این تروریسمی که سرنخش در تهران و در دست جمهوری اسلامی صحبت کرد، بلکه باید با همون زبونی با اونها صحبت کرد که اونها ازش استفاده میکنن. آرافن، در جریان عملیاتی که توریست ها صورت گرفته تو این چند روز اخیر، چه آمریکایی ها چه خود اسرائیلی ها، کسانی رو دستچین کردن یا انتخاب کردن که بسیار نزدیک بودن به قاسم سلیمانی یا از افرادی بودن که قاسم سلیمانی اونها رو به این سمت ها گمارده بود، چه در بغداد، چه در غزه، در خان یونس و چه در لبنان؟ و این عملیات که اینا در لبنان انجام دادن نشون میده که دست اسرائیل خیلی بازه در میان این گروه ها، ببجه حزب الله، یعنی سیستم خبرگیریش در میان گروه های تروریستی خیلی قویه، یعنی معلوم میشه آدم داره دیگه، چون اینا اغلب این تروریست ها جاشون رو دائما عوض میکنن، دائما تغییر میدن، از داره که اینا موفق شدن که شمار زیادی از اونها رو تا این لحظه از بین ببرن. بفرمایید. بله، خب ببینید، شیمبت در که سرویس امنیت داخلی اسرائیل در نوار غزه و موساد در کشورهای دیگری مانند سوریه یا لبنان یا عراق یا حتی ایران دارای یک شبکه از همکارانی هستند که اونها رو در جریان آنچه که میگذرد در این گروه های تروریستی قرار میدن. این از همیشه بوده، تازگی هم نداره. من معتقدم که در سالهای اخیر این شبکه توسعه یافته. شما نگاه کنید فقط به تعداد کسانی که در داخل سپاه در چند سال اخیر در جمهوری اسلامی به عنوان جاسوس اسرائیل بازداشت شدند و در زندان هستند یا مخفیانه اعدام شدند. عملکردی که اسرائیل داشته در حمله به برخی از تأسیسات نظامی و یا کشتن کسانی که با برنامه‌های موشکی و اتمی جمهوری اسلامی همکاری داشتند،
بنابراین همه اینا نشون میده وقتی در یک کشوری که دارای حداقل 7 نیروی امنیتی است مانند جمهوری اسلامی اینها نفوذ میکنند، در کشورهایی که دارای یک ثبات حکومتی نیستند مانند سوریه یا لبنان چقدر اینها میتونن راحتتر نفوذ کنن به خبرچه. من یک مسئله رو براتون آقای میبودی میگم که مربوط به خیلی سال پیشه، زمانی که هنوز جبهه آزادی بخش فلسطین در لبنان رهبریش مستقر بود و اسرائیلیا حمله کردند و یک روزی هم به بیروت رسیدن. در یکی از هتل هایی که در منطقه الحمرا در مرکز شهر بیروت روزنامه نگاران خارجی اونجا بودند و منم اون زمان از طرف روزنامه که کار میکردم به بیروت فرستاده شده بودم، در مقابل این در خروجی این هتل یک دکه سیگار فروشی بود، سیگار داشت، نقشه داشت، کاغذ قلم داشت، چیزایی که میتونست خبرنگارا به دردشون بخوره، و یه آقایی بود که انگلیسی هم خیلی خوب نسبتا صحبت میکرد و خبرنگارا ما بهش مراجعه میکردیم یا سیگار میخریدیم یا کاغذ میگرفتیم یا ازش اطلاعات میگرفتیم فلان جا بیروت چطوری میشه رفت، کجای بیروت هست و اینها، تا روزی که سربازان اسرائیلی وارد بیروت شدن. ما فردای اون روز دکه اونجا نبود ولی کسی که پشت اون دکه کار میکرد با اونیفرم ارتش اسرائیل دیدیم و اومد و با ما سلام علیک کرد و خوشوبش کرد با روزنامه نگارانی که تا روز قبلش مشتریش بودن. در این حد در برخی از کشورهای عربی نفوذ داره و حضور داره. این برای این بود که بگم که الان هم در همین حالت است. خیلی از کسانی که امروز شاید نقشی داشته باشند در همین گروه های مانند حزب الله و غیره، یک فردای امکان داره که ما اونها رو با یونیفرم ارتش اسرائیل ببینیم. تشکر میکنم آقای دوشنفر. اما بیدیم بر سر کرمان و عملیات جمهوری اسلامی سعی میکنه خودشو قربانی ترور نشون بده، اینکه به در جد ترور در منطقه خاورمیانه حالا داره مظلوم نمایی میکنه. و جالبه که علارغم همه این عملیات که علیه تروریست ها در کل خاورمیانه تروریست های دستشانده جمهوری اسلامی صورت گرفته، شمار زیادی از اونها حذف شدن، علی خامنه ای به نیروهای نظامی توصیه میکنه که صبر استراتژیک پیشه کنن، یعنی با سکوت اختیار کردن. در میخوام ببینم نظر شما درباره اون چیزی که در کرمان رخ داد چی؟ آخه چطور ممکنه مراسم مهمی مثل این رو، چون برای اینا معتقدن که حاج قاسم براشون خیلی اهمیت داره، شخص مهمی بوده در تاریخ اسلام، ولی هیچ کدام از چهره‌های کلیدی سپاه در این مراسم شرکت نکردن، اجازه ندادن حتی یک تن از اعضای خانواده سلیمانی در این مراسم باشن، فقط بیچاره مردم عادی رو کشون در اونجا به بهانه ساندیس و از این قبیل. بفرمایید. بله خب تمام این افراد فرماندهان سپاه، مقامات کشوری، خانواده قاسم سلیمانی، همه اینها در تهران بودن و در تالار رودکی اونجا مراسم برگزار کردن، نه بر سر خاک کسی که ازش به عنوانش شهید بزرگ نام میبرند و این خودش تعجب برانگیزه. البته من بر پایه گمانه‌زنی صحبت میکنم چون اطلاعات دقیقی هنوز 24 ساعت بعد از این حادثه در دست نیست که بشه با دقت گفتش که چه کسانی بمب گذاشتن، ولی منطق ما رو به این سو میبره که به احتمال زیاد خود جمهوری اسلامی پشت این مسئله بوده. البته داعش اعلام کرد که تا چند ساعت دیگر بیانیه خواهد داد در رابطه با آنچه که در کرمان اتفاق افتاده. این مسئله خب داعش در گذشته هم وقتی چیزهایی که بعداً مشخص شد خود جمهوری اسلامی در اون دست داشته به عهده گرفت، به خاطر اینکه داعش خب ببینه که کسی جنایتی انجام میده و مسئولیت به عهده نمیگیره، مسئولیت اونو به عهده میگیره برای اینکه بسیار کم خرجه، برای اینکه بگه من هنوز زنده هستم، حضور دارم و قادر به فعالیت هستم و یک قدرتی در منطقه به حساب میاد. ولی این مسئله خب جمهوری اسلامی یکی اینه که میخواد بگه من خودم
در مورد حمله گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند. دوم اینکه یک همچنین حمله تروریستی برای جمهوری اسلامی این فضا رو میسر می‌کنه که سرکوب رو بیشتر کنه. به اسم تروریسم و مبارزه با تروریسم الان میتونن بسیاری رو دستگیر کنن و حتی محکوم به اعدام بکنن و حکم اجرا بگذارن به عنوان کسانی که در عملیات تروریستی و کشتن حدود 100 نفر دست داشتن و زخمی شدن بیش از 200 نفر. بنابراین و این که بگه من حاضر هستم درست صبر استراتژیک دارم فعلا به اسرائیل حمله نمی کنم، ولی خب بدونی که ما این صبر استراتژیک بهای سختی داره و میتونیم هر آن پاسخ بدیم به این جنایاتی که علیه ما مرتکب شده. بنابراین اهداف زیادی داره و منطق ما رو به اونجا میبره که فکر کنیم خود جمهوری اسلامی در این فاجعه، چون واقعا فاجعه است، آخرین اخبار اینه که 87 نفر کشته شدن، اگر اینم درست باشه 87 جان از بین رفتن، 200 خورده زخمی شدن، از این 200 خورده عده‌ای وضعیتشون وخیمه و هر آن امکان داره که جونشون از دست بدن و اینها مردم بیگناهی بودن که حالا یا با زور یا از گرسنگی برای دریافت ساندیس و نظری به اونجا رفته بودن و جان دادن. دکتر رفعت عزیز، اون چی که به نظرم جالبه اینه که روز گذشته تا 105 نفر کشتم اعلام شد، شمرده بودن جنازه ها رو. یک بار امروز وحیدی وزیر کشور اعداد عوض رو گز کرد، رسید به 70-80 نفر، آوردن پایین دوز، آوردن پایین و تعداد مجروحان رو بردن بالا. زمین نظرتون چیه؟ ببینید نظر قاطعی نیست به نظر من. اینا بله، ولی این کارا در جمهوری اسلامی سابقه داشته، بار اول نیست که تعداد کشته شدگان رو تغییر میدن. نمیدونم چه سیاستی پشتشه، حالا 7 تا 8 تا کشته بیشتر یا کمتر تغییری ایجاد نمیکنه، در صورت یک فاجعه بوده که عده بیگناه در اون جان سپردن، ولی این اولین بار نیست. من راستش منم این تغییر دادم، چون من دیروز تا 102 نفر دیده بودم و امروز ناگهان شد 95 نفر، بعدم شد 87 نفر. نمیدونم چه سیاستی است با این تغییر، چی میخوان بگن. ولی اون چی که باید آقای وحیدی یا هر کس دیگری پاسخگو باشه این است که نظامی که قادر است با تکنولوژی از خانومی که در ماشین روسری سرش نیست فیلم برداری بکنه، بعد این خانومو احضار بکنه، بعد بخواد جریمش بکنه، بخواد ماشینش رو توقیف بکنه، یعنی تا این حد تکنولوژی کنترل در اختیار داره، کنترل تکنولوژی که تازه چین هم وارد کرده، چطوره که نمیتونه به هیچ وجه در مقابل گروه‌های تروریستی که به قول اینها توسط دشمن رهبری میشن و تغذیه میشن و کنترل کنه و شناسایی کنه؟ و این بار اول هم نیست، اینها تا داخل، فراموش نکنیم که اینها چند سال پیش دو بار به شاه چراغ در شیراز حمله کردن، گفتن دشمن بوده، به داخل مجلس شورای اسلامی رفتن گفتن دشمن بوده، حتی به جایی که خمینی، مقبره خمینی است، اونجا حمله کردن دشمن. چطور این جاهایی که اینقدر امنیتی است، در تمام کشورها امنیتیه، مجلس پارلمان ها در تمام کشورها زیر کنترل شدید امنیتی قرار دارد. من بارها تو رفتم تو پارلمان انگلیس، پارلمان آلمان، پارلمان ایتالیا، پارلمان فرانسه، کنترل وحشتناکه. چطور میتونی مسلح وارد شی در داخل پارلمان، بتونی تیر اندازی کنی؟ چرا میتونن خانوم هایی که حجابشون نامرتبه یا اینکه حجاب بر سر ندارن رو اینا شناسایی کنن، جریمه کنن، ولی قادر نیستن که گروه های به اصطلاح تروریستی که از خارج اومدند رو آنچنان که اونها میگویند کنترل کنند؟ خب من فکر می‌کنم تنها یک پاسخ داره، که این گروه ها رو خودشون فرستادن و نمیخواستن کنترل کنند، وگرنه ابزار تکنولوژی که کنترل رو اینها در دست دارن، نشون هم دادن که در دست دارن. بارها افراد با این گونه ابزار تکنولوژیکی بازداشت کردن در راه و اونها رو محکوم به زندان کردن، محاکمه کردن. چرا هیچ وقت این تروریست ها رو گیر نمیدازن اگر از خارج اومدن و بخشی از نظام نیستن؟ امروز آماری رو
میخوندم در نشریه دی ولت که مهسا آمارسنجی در آلمان تهیه کرده، مردم آلمان 81% به پلیس اعتماد دارن و 81% به کادر درمانیشون. خیلی اعداد حیرت انگیزه. نشون میده ما یه جامعه متمدن طرفیم، باید جامعه متمدن. و در این حال به دادگاه ها بالای 70% اعتقاد، به دیوان عالی کشور همینطور. این نشون دهنده اینه که ما با یک جامعه سالم در ایران، از روز گذشته من نگاه میکردم روی اینترنت، متوجه شدم که حرف به اصطلاح نسل جوان از طریق اینترنت اینه که این کار کار خودشونه، و بعد هم فرا گرفتن که هرچی پلیس میگه، هرچی وزیر کشور میگه، وزارت کشور میگه، که عملا پلیس و دستگاه امنیتی زیر مجموعه او هستن، باید وارونش رو تفسیر و تعبیر کرد، نباید قبول کرد. تو جمهوری اسلامی نظام فاسد و دروغینه واقعا. و این چقدر اسباب تأثیری که مردم یک مملکت به نیروهای امنیتی و پلیس نه تنها اعتماد داشته باشن که معتقد باشن اینها پدید آمدن برای ایجاد به اصطلاح برهم زدن نظم و تأمین عدم امنیت، نه امنیت. یعنی هر جایی نه هستن ناامنی مردم رو تهدید میکنه. آقای دکتر رفعت، دو سه دقیقه وقت داریم، بفرمایید مال شما. بله، همونطور که شما گفتید، ببینید من آنچه که دیروز میخوندم در ایران در شبکه های اجتماعی، کسانی که در ایران همه میگفتن کار خودشونه، یعنی هیچ گونه اطمینانی ندارن. من فکر میکنم اگر یک نظرسنجی مشابهی در ایران در شرایط آزاد صورت بگیره، و حتی در شرایط الان خفقان و سرکوب، باز هم میزان اطمینان مردم به قوه قضاییه، به پلیس، به زیر 15% باشه. یعنی حتی در این شرایط کنونی هم مردم واضح بگن که هیچ گونه اعتقاد و اعتمادی به دستگاه پلیس یا دستگاه قضایی ندارن، حتی خودشون هم ندارن. ببین من یک مسئله تعریف می‌کنم. یک دیپلمات جمهوری اسلامی که از آشنایان برادرم بود، اومده بود ایتالیا، خواست منو ببینه یه چیزی ایران برام آورده بود از سوی برادرم. توی یک کافتریایی در شهر روم قرار گذاشتیم، تموم شد مثل بریم اون بره خیابون، که هم ایشون ماشینشو پارک کرده بود، هم من ماشینم پارک بود. با اینکه ما رو خط سفید، خط آبر سفید رد می‌شدیم، یه ماشین ویراج داد داشت منو می‌زد، اینشون منو گرفت. بهش گفتم خیلی ممنون، گفت نه من واسه شما این کار نکردم، واسه خودم کردم، چون اگر شما در کنار من راهبری بری زیر ماشین، همه هرچی من قسم آیه بخورم که من تلاش کردم نجاتتون بدم، همه میگن نه پلش دادی رفت زیر ماشین، چون مخالف جمهوری اسلامی بود. بنابراین خودشون هم میدونن که مردم به حرفشون اعتقاد ندارن. همینطوره. تو شرفت عزیز، خیلی ممنون، سپاس از گزارش فوق‌العاده شما. تا گفتگوی دیگر، دیدار دیگر، ممنونم. در برنامه امروز در این منزل از برنامه آقای شهرام آریان عزیز هستن، پژوهشگر فیزیکدان در آلمان. درود بر شما آقای آریان، خوش آمدید. درود بر شما جناب بهبودی، درود بر بینندگان گرامی. امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید. خب آقای آریان، اتفاقات در خاورمیانه میگذره که نظرم همه ارتباطی پیدا میکنه به مجموعه بحثایی که ما داشتیم و نگاه تاریخی به یک سلسله، یک زنجیره حوادثی که از هزار اندی سال پیش شروع شده تا به امروز ادامه پیدا کرده. این جالبه، سراپا گوشی. خواهش میکنم، احتمالا اشاره دارید به اینکه در داخل کشور هم به جای اینکه کار رو به آرامش باشه، رفته رفته همیشه در این سالهای گذشته روی هم رفته، در همه 40 سال رو به نارامی، تنگ دستی، بینوایی و اینها بوده، به ویژه مثلا با انفجاراتی که این اخیر رخ داده و اون کشته ها که بیننده رو یاد دوباره یاد کانسپت سینما رکس میندازه. یعنی در حقیقت یک دلگسستگی کامل از پیشرفت در جهان و برای بهزیستی شهروندها و دلنهادگی به یک تعصبات ساختارمند که دستگاه‌های مافیایی برمی‌کشه
و بعد افراد میشینن بر اون خانی که به غارت بردن که دهه ها و یا صده ها غارتش کنن. ما شباهت های رو سنجیده بودیم میونه حمله آغازین اسلام به ایران 14 سال پیش که اونم همین کانسپت بود، یعنی بر پایه یک تعصبات ساده، باورهای بسیار ساده، فرمول بندی شده، بخش کمگوشتر و یا با گرایش بیشتر به سادیسم در جامعه سازماندهی میشد. اون موقع بس بود واسه اینکه صدها هزار نفر بشه و اینا تونستن از پس ارتش ایران بر بیان و بعد تمام ایران رو ترانسفورم کردن به حالت 300-400 سال و ما از ریل تولیدی دوران پیش از اسلام به ریل مصرفی و تعصبی بعد افتادیم. حالا اون یه تراژدی بزرگی بود 14 قرن پیش که احتمالاً تمدن شماره یک اون زمان جهان رو از بین برد. مدل کوچیکش هم این 44 سال پیش رخ داد توی باز تولیدی از اون روزگار. کانسپت نزدیک بود، دوباره همان بود، با برانگیختن به همون تعصبات کمون 14 سال پیش هم کار کرده بود. حالا این بار البته خود کشور اون اندیشه رو داشت، اون باور رو داشت، اون زمان باید از سوی لشکر بیگانه شکست داده میشد. دوباره راه افتادن و وقتی که بر سر کار اومدن همون بسترهای مافیایی رو ساختن که اون زمان هم در خلافت راشدین یا اموی ساخته شد، تا اینکه ایرانیا بیان در دوران عباسی کوشش کنن یه سر و تهی بهش بدن که آخرم اونجوری اثر نکرد. اون بسترهای مافیایی روزگار خلفای راشدین و اموی دوباره بر ساخته شد، این بارم در این 40 سال و همون برآیندهایی داشت که اون زمان داشت. سقوط اقتصادی، سقوط بهزیستی همگانی، گرایش به تعصب، دوری از خرد، نابود شدن کامل وجدان فردی و جایگزینیش با به قول خودشون تقوا، باورهای سنگوار. اینه که دیدن اینکه چجوری خودشو از نو و از نو و از نو باز تولید میکنه، همونی که تو اون زمان خلفای اون دورانم رخ داده، و اینی که هر روزم بدتر میشه، کفگیر بیشتر به تای دیگ میخوره، کم علاقه تر میشه به بهزیستی مردم، باید بیشتر اون موقع طراحی های خیمه شب بازیوار انجام بده، مثل اون انفجاری که خودش انجام بده افراد خودی رو بکشه، واسه اینکه باقی مانده اون کسانی رو که ممکنه هنوز پیوندی در نهاد اندیشهشون داشته باشن این ور بکشه اون ور بکشه. همین خیمه شب بازی ها رو ما در اون حمله نخستین اسلام هم داشتیم. گروه های گوناگون که همدیگر قتل عام میکردن و و و و تنها چیزی که چه در اون هنگام کوچکترین نقشی بازی نمیکرد چه الان، بهزیستی انسان بود. یعنی شما اون زمان هم میرفتید پیش خلفا و میگفتید که این همه آدم کشی و آرسن لپن بازی و ایزگم کردن و و و واسه چی؟ پاسخهای رو نزدیک به اون چه بهتون میدادن که الان در این 40 سال هم در ایران داده میشه. ما واسه خربوزه انقلاب نکردیم، نمیدونم، ما دنبال یه برنامه های دوربردتر بودیم. بعد میپرسه خب این دوربردی کار در چی بوده؟ بنیاد فلسفیش در چی بوده؟ در پیروی از فرمان های الله. حالا این فرمان ها اصلا سر و ته داره؟ نه، ولی بازم باید پیروی کنیم. و الاخر اون زمان هم خلفای راشدین و اموی هم همین پاسخ ها رو به شما میدادن. اینه که بله، این داستان بسیار جالبیه که دائم خوشو باز تولید میکنه. آقای شرماریان، به نظر میسه معنای اللهی که اهل تشیع ببیشه کسانی که امروز در جانهای که من دریافت میکنن خیلی متفاوت با اون چی که اصلا خود اسلام دریافت کرد. خب این استنباط درسته یا نه؟ این میبره ما رو توی جستارهای آنالیتیک دور و دراز. من ببینید، روی هم رفته خدای ابراهیمی ها یک ویژگی های بنیادی داشت و اون این بود که مثلا تحکم کامل در دست ایشون، یا انسان آخر سر فقط بنده ایشون، ارتباط کاری دیگری با هم به اون صورت ندارن، تحکم در دست ایشون، ایشون قادر، ایشون عالمه، یعنی بر همه چیز داناست و بر همه چیز تواناست. این انسان هم اینجا میچرخه و مورد بررسی ایشونه و اگرم که درست پیرو دستور رفتار نکنه بعدا میگیرن شکنجهش میکنن تو آسمونا. این بستر بنیادی تو همه دستگاه ابراهیمی، حالا تو دوتا مهمترش مسیح و اسلام بوده، در اسلام دوباره درجه تحکمش اینا بالاتر بوده. در مسیحیت یک گرایش هایی داشته که یک مقدار هم یک
جایی از نزدیکی میون اون یزدان و انسان بگذاره، مثلا از این راه که میگه من پسر خودم رو فرستادم نزد شما، یعنی من شما رو انقدر آدم حساب میکردم که اصلا با شما تماس حداقلی گرفتم و این پسر منم اومد و نزد شما تبلیغ کرد که باید همدیگر رو یه جورای دوست داشته باشید، اون مسئله رقت و قلب ترحم، همین یک مقدار هم تو اسلام نبود واسه این حالت نظامیتر و خشنتر رو اینا پیدا کرد. ولی کانسپت بنیادی این بود، یعنی کانسپت مثلا کانسپت ایرانی زرتشتی زمین تاسم فرق داشته که اونا میگفتن خداوند یار انسان، انسان یار خداوند، موضوعی از ارباب و بنده و اینا در کار نیست و اصلا داریم میریم که اصلا یه کارهای دیگه بکنیم. این بالا بنیاد کار. بعد ها در اون حالت اولش که این الله کلاسیک در مدینه، اول در مکه ولی بعدم باعث انجام شده تر و پایدارتر در مدینه طراحی شد، این خب خیلی 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 گرایش به تحکم و خشونت داشت و این رو روی هم رفته ایرانی های شکست خورده با همه فشاری که برشون میرفت در اون صدها سال درست نمیتونستن برتابن، یعنی با تمام نهاد درونیشون ناسازگاری داشت. اینه که فرقه هایی که در ایران پا گرفتن خیلی هاشون بدان سوی میرفتن که این داستان یه خورده یا از یه خوردن بیشتر تعدیلش کنن، نرمش کنن، آرامش کنن، حالا بعدن در تصوف از همه بیشتر، ولی خود شیعه هم از همه اینا بسیار بلیک برده. یعنی اون اللهی که ما در شیعه باش سر کار داریم مجبوری که خب آخر سر بر نهاد قرآن و حدیث هم تکیه کنه، در اون گمانی نیست، از همه دشواری هم در همونجاست، ولی از الله تسنن خیلی ملایم تره. تشکر. واقعا بین خدایانی که حالا یک خدایی که ما در ادبیات فارسی میشناسیم خیلی متفاوته، یا رب از جاتا شاعران ما یا عرب های ما از رب نام خدا به نام رب استفاده کرد، یاری رسان، یزدان، الله، خیلی فرق. یعنی استنباط افراد از این واژگان که به نظرم هر کدام یه فرهنگ پشتشه، حالا یه فرهنگ ایدئولوژیک، فرهنگ مرامی، مذهبی، فرقی نمی کنه. استنباط شما هم اینه؟ بله، شما در جستارهای بزرگ رو باز می کنید. ببینید در دینای ابراهیمی کاربرد نخستینشون، حالا به طرف ما مثلا هبری باستان که بریم، از رب مهتر بوده، سالار بوده، فرمان روا بوده و بعد این یه مقدار دیگرش معنایی پیدا کرده و مسائلی مثل مربی بودن هم توش آمده و تربیت. البته جستار در اینه که آیا این پیش از پای نهادن اسلام به ایران هم تو این راه رفته بود یا نه، البته مقدار کمی اگه رفته بود، ولی ایرانیا چون برداشتی که از خداوند خودشون یا یزدان خودشون داشتن یک همکار پروراننده بود که ما با هم جهان رو میپرورانیم به سوی پیشرفت، بنابراین این ایرانی ها بعداً بدان سوی رفتن که مشتقات رب رو در قرآن تو ترجمه فارسی با پروردگار برسونن، در صورتی که در قرآن کلاسیک منظوری نبود، منظور در سالار بود، در فرمانروا بود، در فرمانده بود، فرماندهی که بر ما سراوری میکنه. این داستان پروردگار رو از در حقیقت ترجمه هایی که ایرانی ها به خورد قرآن دادن، یعنی حالا برخی چیزا رو نتونستن تغییر بدن، مشتقات مثلا قتل یا عذب و اینا رو نمیشد کارش کرد، ولی این پروردگار رو به خورد قرآن دادن که اونجا منظوری نبود، اونجا منظور از سالار جهان بود، رب العالمین اون سالار جهان هاست، نه اینکه داره میپروراندشون. تصورات اهورامزدا از در پشتی خواستن به اینم وارد کنن، به هر حال ترجمه الله به پروردگار درست نیست، اگه کسی ریشه داستان رو بخواد درست نگاه کنه، به خداوند هم درست نیست. ببینید البته حالا باز به خداوند نه چند درصد باز نزدیکتره، ولی باز هم درست نیست، براتون توضیح بدم. ببینید پیش از اسلام یزدان فرمانروا نبود، فرمانروای بشر نبود، خداوند رو ولی در فارسی کلاسیک برای سالار به کار می بردن، کلا مشتقات خدای رو، مثلا ناف خدای، کد خدای و سالار، یک کسی که فرمان روا و مدیر کاریه.
این رو بسیار 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 کم ممکن بود برای یزدان به کار ببرن. برای یزدان همون یزدان رو به کار می‌بردن، از ریشه فعلی یزه، یعنی اون چیزی که سزاوار ستایشه، آفرینگویه، بیشتر نه. ایشون فرمان روای ما نیست، یاور ماست و ما ایشون رو می ستاییم به عنوان مثلا یک نهاد پاک، بهترین پیشنهادهای کاری واسه پیشرفت تو این زندگی. اینه که حالا خداوند برای یک گونه از سالار دنیوی به کار برده می شود. دینای ابراهیمی همشون، نه فقط اسلام بلکه مسیحیت، اومدن در مناطقی که فتح کردن واژه سالار رو به کار بردن واسه یزدانشون، چون یزدان اونو که فقط سزاوار ستایش نیست بلکه حکومت میکنه. بنابراین در ایران اومد واژه خداوند رو به خودش اختصاص داد، در انگلستان مثلا لورد رو، او لورد هلپ می مثلا در کلیسا میگن. این قبل از مسیح شدن خیلی کسی به یه، حتی اون ایزدان جنگی جرمنی خیلی لورد ممکن بود نگه بون حالت، ولی به هر حال این ایزد الله و اون بر اون بون درکی که اون از یهوه خودشون داشتن، اومد واژه سالار حاکم رو به خودش داد. این پیش از اسلام اینطور نبود، اونجا میگفتن یزدان تو ایران، یعنی سزاوار ستایش. در موارد بسیار کمی ممکن بود بهش بگن خدای، خیلی کم. در بندهش البته ازش نام برده میشه که ایشون چگونه بدن خدای شد، که یه بحث فلسفی خیلی بزرگی داره که اونجا خدای بودن رو با کارآمد بودن و برنامه ریز بودن و منطقی بودن به هم گره میزنه در فصل اول، که ما نمیخوایم در این داستان رو باز کنیم. این از این. به حال اگه کسی تو فارسی میگه یزدان، در حقیقت میره کلن توی ایران پیش از اسلام. وقتی میگه خداوند، اون وسط ها گیر کرده با اون، چون آخر زیر تنین واژه خداوند همون خداوندی که میپرورانه و مدیریت میکنه، مثل خداوندهای پیش از اسلام، یعنی اون سالارهایی که اون مدلی بودن. ولی وقتی میگه الله، یه راست میره تو مدینه و برای ترجمه درست مشتقات اسلام باید در حقیقت همیشه الله گفت. ممنونم. و مزدا به نظر من جالبه، یه بزرگ، خیلی بزرگ در مفهوم به اصطلاح فرهنگ مذهبی ایرانیان قبل از اسلام. اینم به نظرم جالبه، از اهمیتی که خداوند رو دانای بزرگ یا خردمند بزرگ خطاب کنه. شما با هر جملتون یه چپتر، یه دونه واحد دانشگاهی رو پاس میکنید که باید 12 نشست 20 نشست در موردش سخن گفت. اینی که اینها به یزدان خودشون میگفتن مزدا، یعنی دانا، داننده، دریابنده، حالا بارتولومینو برمیگردونه به منطا، یعنی به اونی که دریافتن رو دائم در خودش نهاده و دریافتهای بیرونی رو میگیره. حالا بذاریم که دار تو فارسی دری، اگه ما روی دریابنده دانا بسنده کنیم، اینی که اینا این صفت رو برای خدای خودشون برگزیده بودن، این چندین پایه فلسفی داره، یه دونه نه فقط چند تا. یکی این که میگفتن که خب مهمترین گویا ویژگی برای ما تو زندگی دانایی و محاسبات منطقی است. این خودش باور نکردنیه که کسی بنیاد دینش رو محاسبات منطقی برنهه. 1200 پیش از میلاد. اینه که از همین جا و نه فقط اون، بلکه در خود متن گاتا هم میشه دلیل آورد که فلسفه از تالس آغاز نشد 600 پیش از میلاد، بلکه از 1200 پیش از میلاد در بلخ با ایرانی ها، یعنی با زرتشت. این یه داستان که اصلا همینی که دانایی مهمترین ویژگی اصلا خودش یه مثنوی 70 منه. اما یه نکته بسیار 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 مهم دیگه اونجا هست. اینا بر این باور بودن که یزدانشون که اهورامزدا باشه بر همه امور عالم قادر نیست، یعنی برخلاف خدایان ابراهیمی نمیتونه اگر بخواد با یه اشاره مثلا اهریمن رو به کنار بزنه. اهریمن در توانایی هم ارز یزدانه، یعنی نوکر ایشون، نمیدونم فرشته‌ای که از آسمون افتاده فرمان نبرده، از این چیزا نیست. اهریمن یه جور در حقیقت ضد خداست، با توانایی های کنندگی خود یزدان که فقط از خرد برخوردار نیست. تو بندهش میگه که اون یزدان کارش همش محاسبات و پیشبینی آینده و طرحهای کامپلکس شطرنجوار ریختنه برای اینکه پیروز بشه،
اهریمن در همه امور پسدانشه، واژه‌ای که به کار میبره، پسدانشه. یعنی رویدادها پس از اینکه اتفاق بیفتن تازه او دوزاریش میفته، نمیتونه محاسبات سنگین شطرنجوار به آینده بکنه. یکی از دلایلی که اصلا شطرنج در ایران باستان، ایران ساسانی محبوب بود، همین نزدیکیش با اون ویژگی خداوندی بود که کار خداوند و یارش انسان همش اندیشیدن و خرد ورزیدن و محاسباته برای اینکه بهزیستی رو پیاده کنه در جهان. ولی من این نکته رو نمیخواستم بگم، بلکه اینی که خداوند بر همه چیز قادر نیست، این یه فرق عبور ناپذیر با ابراهیمی است. چون اون موقع وقتی خداوند شما بر همه چیز قادره یا توانا میشه، مشتقات منطقی مشکلزا ایجاد میکنه، چون پرسش پیش میاد که اگر بر همه چیز تواناست، چرا با یه اشارت کار جهان رو بهتر نمیکنه؟ چرا شیطان رو، حالا مدر ابراهیمش رو میگیم، به کنار نمیزنه؟ چرا همه چیز رو به سامان نمی کنه؟ اینی که خودش ما رو آفریده، خودش هم از پیش میدونه چه کاستی های در ما کاشته که ما رو بعدن بیازمایه و بعد شکنجه کنه، این که در هم دچار تناقض شدید منطقیه. احتمالاً اصلا یکی از دلایلی که زرتشت اون زمان تا این حد نرفته بود که اهورامزدا رو بر همه چیز قادر بکنه همین بود. برای این دشواری فلسفی پاسخ نیافته بود، برای همین خداوند بر همه چیز قادر نکرد، گفتش که اهریمن از همون درجه از توانایی برخورداره و اهورامزدا فقط به وسیله محاسبات سنگین شطرنجوار، یعنی با تکیه بر خردش میتونه پیروز بشه. چون اگر بر همه چیز توانا بود، اون مشکل فلسفی پیش میاد که چرا همه چیز درست نمیکنه، چرا بی خودی آزمایش میکنه بعدم خودش شکنجه میکنه. تشکر میکنم. امروز برنامه اندکی کوتاه‌تر خواهد بود، من کاری دارم که باید انجام بدم، کار اداری، سپاسگزارم. آقای شرمالیان ممنون، مثل همیشه بسیار آموزنده. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش. ممنون.